بود اینکه مردم حتی با نظر مخالف خودشون شروع کرده بودن صحبت کردن. من فکر میکنم این خیلی اتفاق مهمیه، یعنی مردم برخورد خشونت آمیز رو گذاشتن کنار و شاید حالا با این اتفاقاتی که داره میفته و جلو میره، دولت هم حالا هر دولتی که بخواد باشه یاد بگیره که این برخورد خشونت آمیز رو بذاره کنار. اوایل انقلاب هم به همین صورت بود، همه مردم همدیگه رو تحمل میکردن، اما وقتی حکومت تثبیت شد جهتگرا شد. شما لطفا میفهمید جوان هستید، من یادم میاد اوایل انقلاب یه مصاحبه ای بود با یه خانومی که الگوی شما کی هست، اشاره کرد به یک سریال تلویزیونی و به جای مثلا حضرت فاطمه زهرا رو گفت الگوی من حسین هست. آقای خمینی دستور اعدام ایشون رو داد. بعدم میگه صبر حکومت تا این حد کمه. حالا میرسیم این دو تا رو جمع بزنیم، یه حکومتی داریم نقدپذیر نیست، دفاعی رو برای مردم قائل نمیشه و بسیار تهاجمی برخورد میکنه. این رو همونطور که شما فرمودید تاثیرات زیادی روی جامعه میذاره. من یه قسمت رو به روی قسمت تحقیقاتی شما میخوام بذارم، بعد برگردیم به اعتراضات مردمی. این به اصطلاح سیاستی که دولت انجام میده تاثیرات مستقیمی همونطور که خودتون فرمودید روی مردم میذاره و به ویژه روی کودکان و نوجوانان، به خاطر اینکه آسیب پذیرتر هستن و طبیعتاً اینها رو وادار به عکس العمل میکنه و هر موقع اینا تحت فشار قرار بگیرن و متاسفانه موقعیت نامطلوبی براشون پیش بیاد، اینها پرخاشگر میشن و این وقایع به وجود میاد. چیکار به نظر شما به عنوان یک محقق باید چیکار کرد؟ آیا اینا، خب مشخصه که اینها تاثیرات پیشگیرانه نداره، اما برمیگردیم روی مردم. مردم آیا این رو به عنوان یک تجربه میپذیرن که روی تربیت بچه‌ها مثلا نظارت بیشتری بکنن، یا به سمت و سوی میشه بود؟ راه حلی هست که بشه از این فشاری که روی مردم میاد این حداقل این نوجوان‌ها و کودکان رو نجات داد که به این دام نیفتن؟ ببینید، یه اتفاقی توی حالا میشه گفت شهر تهران که من توش ساکن بودم همیشه افتاده بود و اون این بودش که احساس ناامنی که مردم نسبت به همه چیز و همه کس داشتن واقعا انقدر شدید بود که اون ناامنی وجود نداشتش. نمیگم ناامنی نبود توی تهران، شهر تهران، شما حتی وقتی سوار تاکسی میشین مدام است، مخصوصا وقتی یه دختر باشین مدام استرس اینو دارین که به بیراهه نره، اتفاقی نیفته. ولی احساس ناامنیه خیلی احساس بیشتری بود، اینکه شما مدام استرس اینو داشته باشین که این اتفاق بیفته. در مورد بچه هایی که میشه گفت به نوعی مجرم میشن توی سن کودکی، این رو من همیشه با قضات بحث میکردم توی ایران، قضات دادگاه کیفری، که ببینیم که ما چی رو برای این بچه فراهم کردیم. مثلا یه پسری که توی سن 15 سالگی به یه دختری تجاوز میکنه، ببینیم که چه فضایی رو براش باز کردیم، چیا رو بهش نشون دادیم، چه چیزایی بهش یاد دادیم. ما تا هر جایی که رسیدیم محدود کردیم، تا گفتش که اسم این دختر چی، گفتیم نه نباید اسم دختر رو بیاری. گفت میخوام برم بیرون، گفتیم نه نباید بیرون بری، بیرون ناامنه، دختر ممکنه تو رو گول بزنه، نمیدونم با دوستات نباید بری بیرون، ممکنه که معتاد بشی. همه این اتفاقات افتاد، فضای بسته رو شما دقیقاً فضای بسته که وجود داشت و دیدیم این برخورد خشونت آمیزی که دولت داشت که میگفت اگر شما جرمی رو انجام بدین شما رو میگیریم زندانی میکنیم، قصاصتون میکنیم، اعدامتون میکنیم، و نگاه دولت این بودش که ما این آدما رو مجازات میکنیم تا درس عبرتی باشه برای بقیه، دیدیم که هیچ وقت جواب نداد. یعنی تو تمام این سالا نه تنها از میزان جرم کم نشد، بلکه مدام بهش افسوده شدش. این فضا وجود داشت. الان هم نمیتونیم بگیم که خب یهو همه اتفاقات عوض شده و دیگه مردم این دید رو ندارن، ولی با توجه به برخوردهایی که من داشتم به واسطه کارم با آدمای مختلفی که در ارتباط بودم، مردم شروع کردن به فکر کردن به اینکه اگر ما بچه خودمون رو خودمون محدود بکنیم، جامعه به خودش اجازه میده بچه ما رو محدود بکنه. اگر جامعه مثلا یه اداره یه دانشگاهی اجازه به خودش بده، یه طبقه بالاتر دولت ما این اجازه رو به خودش میده، نگاه های مقداری داره تغییر میکنه. مثلا بازم مثلا من برمیگم تو همین قضیه انتخابات، به خاطر اینکه واقعا این حرارت قضیه انتخابات خیلی زیاد بود، یکی از دوستان من تعریف میکرد، میگفتش که ما زمانی که واسه راهپیمایی می‌خواستیم بریم بیرون، به من میگفتن که خانواده‌ام که نرو بیرون، کتک می‌خوری، میگیرنت، میبرنت، و مدام همش من رو محدود می‌کردن که نباید بری. و جالب بودش که بعد از حالا اتفاقات ناگواری که توی انتخابات افتاد و یک روزی که من داشتم میومدم بیرون، به من گفتش که اعضای خانواده‌ام به من گفتن که کجا داری میری؟ گفت من دارم بیرون. گفت باشه برو. و میگفت من جا خوردم به خاطر اینکه
چه اتفاقی افتاده؟ من دقیقا همین میگفتش که به خاطر اینکه همه کسایی که دارن میرن کتک میخورن و حالا کشته میشن متاسفانه، اونها مثل بچه های مان و ما دیگه نباید محدود بکنیم. یعنی اگر شما میخواین حقی رو به دست بیارین، یاد بگیرین که برین و باید به خاطرش هزینه بدین، به خاطرش کتک بخورین، حتی به خاطرش خیلی ها کشته بشن تا این حق رو بگیرن. خب من برای اینکه به سوالات بعدی هم برسیم جسارتا صحبت شما رو قطع میکنم، چون به اون نکته که میخواستم رسیدم. یعنی نظر مردم این است که پس این چیزی رو که بر ما حاکم کردن قابل قبول نمیدونن. و با توجه به اون سوال قبلی که شما فرمودید که حداقل تایید فرمودید که هم بنیان نظام سست هست و هم عوامل اجرایی فاقد اون آگاهی لازم هست، وقتی که این عوامل اجرایی سران خودشون فاقد اطلاعات و سواد کافی به زبون ساده باشه، بخوایم بگیم فاقد این سواد باشن، طبیعتاً افرادی رو که مطلع هستن بر نمیتابن، اینها رو نمیتونن تحمل کنن. من یه مطلبی رو تو روز آنلاین خوندم و خب در موردش هم البته دنبالش گشتم که تایید بشه که اینجا هم خدمتتون عرض کنم. وقتی نگاه میکنیم از وزرا و وکلا، مثلا آقای کردان که البته ایشون درگذشتن، وزیر کشور بودن، بعد مشاور رئیس جمهور شدن که ایشون یک اصطلاح بین‌المللی رو ایجاد کردن به عنوان جعل در مدرک، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع تحت تعقیب پلیس اینترپول هست، آقای بهبهانی وزیر راه دزدی علمی، آقای کامران دانشجو وزیر علوم و تحقیقات و فناوری دزد علمی هست، یعنی مقاله دیگران رو به اسم خودش منتشر کرده، فرمانده بسیج کلاهبرداری شکنجه دخالت در قتل در پرونده ایشون هست، دادستان کل در سایت دادستانی کل شما برید به عنوان افتخارات ایشون گاز گرفتن گوش متهم ذکر شده، آقای صادق محصولی متهم به اختلاس در زمانی که آقای احمدی نژاد استاندار اردبیل بودن، خود آقای احمدی نژاد که دیگه چی بگم، من پولهای گم شده در شهرداری تهران، پولهای گم شده در وزارت نفت، در بودجه رقمش هم کم نیست، مثلا یک مورد وزارت نفت 1 میلیارد هست، حالا تا اینجا رسیدیم دیگه تا دم در رسیدن میگن بعد بفرمایید تو، تا آقای احمدی نژاد گفت از خود آقای خامنه‌ای هم من عرض کنم که به گفته خود ایشون که در سایتشون منعکس هست، ایشون دو بار خواستن اصول و خارج رو ادامه بدن و به سطح مرجعیت برسن، بار اول در قم بودن پدرشون زنگ زدن گفتن صلاح نیست برگرد مشهد، بار دوم در مشهد خواستن ادامه بدن، پدرشون مریض شده، ایشون درس رو رها کردن و به پرستاری پدر پرداختن، حداقل کار خوبی کردن، ولی حداقلش این هست که ایشون شایستگی این مقام رو ندارن و درس این مقام رو نخوندن، حداقل رو به این باید برسید. خب چنین افرادی وقتی بر حکومت حاکم هستن، این مطالب خب به اینجا خیلی راحت میرسه، بازتابی هم تو خود ایران داره، یعنی مردم اینها رو میشنون میدونن نگاهشون چی هست، نگاهی که من ببخشید بینندگان عزیز از شما عذرخواهی میکنم، ولی که یه عده کلاهبردار دوز قاتل بر من حاکم هستن یک نگاه خوشایندی نمیتونه باشه. این ببخشید من فقط این رو چون نظر من خیلی تاکید دارم، دانشجوها بسیار شریف هستن، کارشون خیلی مایه شادی هست، باید قدردان اینها باشیم، اما اون اکثریت خاموش اگر به حرکت در بیان اون موقع است که حکومت ساقط میشه. این افکار دانشجویان، صاحب نظران، روشنفکرانی مثل شما تا چه حد در عامه مردم نفوذ کرده؟ در مورد همین مسائلی که گفتین، تمام این سرقت‌های تحصیلی و همه موارد کلاهبرداری‌ها و اینجور مسائل، همه مردم ایران میشه گفتش که به این مسئله واقفن و همشون میدونن این مسائل رو. من یه چیز خیلی کوتاهی بگم، خیلی جالب بودش که یکی از دانشجوهای آقای کردان که توی مقطع فوق لیسانس بهشون درس میدادن، وقتی که زمانی شدش که فاش شدش که این قضیه چه اتفاقی بوده که افتاده، جالب بودش که خیلی عصبانی بود و میگفت آقای کردان مدرک فوق دیپلم داشته و به ما میومد سر کلاس مقطع فوق لیسانس درس میداده و واقعا نمیتونستین عصبانیت این آدم رو هیچ جوری درک بکنی.